من هیچ کس را به چشم رقیب، حریف و مخالف نمی بینم. گذشته های تلخ با پایان برسانید. نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم. محمد اشرف غنی پیروز انتخابات افغانستان اعلام شد. عبدالله عبدالله میگوید تقلب شده و او دولت موازی تشکیل میدهد. از دو مهمان برنامه نمایندگان غنی و عبدالله میپرسیم دعوای این دو افغانستان را به کجا میبرد. همچنین در برنامه امشب صدور احکام سنگین علیه فعالان زندانی محیط زیست در ایران، از 4 تا 10 سال حبس به اتهام همکاری با آمریکا، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی. ولی به حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع. آیا آنطور که رئیس بانک مرکزی ایران میگوید تصویب نشدن لوایح FATF تأثیری بر بازار ندارد؟ و نگاهی به حضور بی سابقه 17 زن در بهارستان بعد از انقلاب اسلامی. زنان مجلس دهم چقدر توانستند مطالبات نیمی از جامعه ایران را پیش ببرند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 4 ماه و نیم طول کشید تا امروز بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه رأی‌گیری 6 میزان یا مهر ماه رو اعلام کنه. علی‌رغم ادعای تقلب از طرف بعضی از نامزدها، نتیجه نهایی با کمترین تغییری همان نتایج ابتدایی را تایید می‌کند. اینکه رئیس جمهوری بعدی افغانستان محمد اشرف غنی است و رقیب او عبدالله عبدالله با فاصله قابل توجهی از او قرار گرفته. طبق نتایج اعلام شده، محمد اشرف غنی نزدیک به 51% آرای معتبر رو به دست آورده. عبدالله عبدالله حدود 40%، گلبدین حکمتیار کمتر از 4% و رحمت الله نبیل کمتر از 2%. ساعتی بعد از اعلام نتیجه، محمد اشرف غنی در میان هوادارانش در ارگ ریاست جمهوری ظاهر شد و گفت زمان رقابت گذشته و حالا وقت رسیدگی به مشکلات مردم است. رقابت ها و عریف بودن ها پایان میافت. لحظه امروز لحظه اشتراک است. اشتراک در کمک به یتیم، به بیوه، به فقیر، به شهید، به مجروح، به ملت که 40 سال زجر کشید. وقت من و تو نیست، وقت ماست. آقای غنی در همین سخنرانی به مذاکرات دولتش با طالبان هم اشاره کرد، مذاکراتی که با عنوان گفتمان بین افغانی قرار است بعد از امضای توافق آمریکا با طالبان از طرف دولت افغانستان رهبری بشه. آقای غنی گفت دولتش حالا صلاحیت آن را دارد که با طالبان وارد گفتگو شود. نتایج مذاکرات واضح است، یعنی نمایش قدرت، جذبه و سینه فراخ جامعه و دولت برای جذب طالب و هر گروه دیگر که با تفنگ میخواهد خود را ثابت بسازد. قبول شدن یکی دیگر، پذیرفتن یکی دیگر گره را حل میکنه. گره های میراثی را باید با منطق، با تعهد، با استدلال و تعهد به جمهوریت و ارزش های جمهوری اسلامی اسلامی افغانستان حل کنه. اسلامی ترین قانون اساسی دنیا را دارد. وقت آن رسیده است که افغانستان را متحد سازیم و ما با حمایت مردم و نظام جمهوریت به سوی مذاکرات می رویم. این توان و اعتماد به نفس را برای ما ملت و نیروهای دفاعی و امنیتی ملت داده است.
محمد اشرف غنی بودم و در طرف مقابل عبدالله عبدالله رقیب آقای غنی که 5 سالی در کنار او به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فعالیت میکنه، نتیجه اعلام شده رو غیر قانونی خواند و گفت آنچه در کشور اتفاق افتاده کودتایی است علیه دموکراسی. رئیس تیم مسئولیت پذیر، تیم ثبات و همگرایی تمام کوشش های خود کردیم و تمام وقت لازم گذاشتیم و تمام حوصله مندی لازم از خود نشان دادیم تا باشد که پروسه در مطابقت با قانون و با مقررات کشور با شفافیت و با در نظر داشت عدالت پیش بره. میدانین هموطنان ما امروز آگاه هستند همه که در مورد 300 هزار رأی که شامل آرای مشکوک بود، شامل آرای که در خارج از وقت استفاده شده بود، شامل آرای غیر بایومتریک بود، تصامیمی گرفته شد که کاملا در مغایرت با قانون بوده و هیچ مبنای قانونی نداشت و نداره. بر همین اساس نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی میدانیم. عبدالله عبدالله همچنین از طرفدارانش خواست علیه به گفته او تقلب در انتخابات مقاومت کنند. او گفت چون خودش را پیروز انتخابات میداند دولتی تشکیل میدهد همه شمول. از همه اونهایی که به مردم سالاری باور دارند، با آینده سالم کشور باور دارند، به حقوق شهروندی باور دارند، با تعیین سرنوشت از طریق رأی و اراده مردم باور دارند، تقاضای ما از وای است که امروز در برابر تقلب استاد شوند و همونطوری که ما نپذیرفتیم این نتیجه تقلبی را اونها هم نپذیرند. ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلان میکنیم. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند، تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت امشمول تشکیل میتیم. جوانده دیوی افغانستان. عبدالله عبدالله بود. اما با ما حالا از کابل داوود سلطانزوی هست، نماینده تیم آقای اشرف غنی که به ما پیوسته. آقای سلطانزوی، صحبت‌های آقای عبدالله رو شنیدید. فکر می‌کنم سوالی که امروز همه در ذهنشون هست این هست که آقای غنی چطور می‌خواد مسئله رو با آقای عبدالله حل بکنه. سلام بر شما و بیننده‌های محترمتون. ما اول قدمی را که در مردم سالاری در افغانستان به طرف یک حرکت دوامدار و طولانی پلورالیزم و کثرت گرایی گذاشته شده ایره به تمام مردم افغانستان و مردم منطقه که میخواین به طرف یک حکومت داری مردمی حرکت بکنن به کلشان تبریک میگم. این دستاورد تنها افغانستان نیست، دستاورد مردم منطقه است و ایره ما با دست کم نگیریم و مضحک جلوه نتیم. در مورد دکتر سیف عبدالله من باید عرض کنم که خود رئیس جمهور با صحبت در صحبت خود امروز به شکل بسیار مسالمت‌آمیز و بسیار مدنی موضوع را حل کرد و گفت که انتخابات ختم شد، فصل کمپاین و فصل رقابت ختم شد، حال فصل عزیز که دست به دست هم بدیم و آغوش افغانستان برابر وسط افغانستان بزرگ است. مردم افغانستان با مناعت صبر کردند، با حوصله منتظر نتایج بودند. مردم افغانستان 40 سال جنگ و تشنج دیدن، دیگه بالای یک حرکت مدنی نمیخواین که تشنج به وجود بیاید. این مردم سالاری یک قرارداد است. در لابلای این قرارداد اصول بازی معلوم است. وقتی که در انتخابات داخل میشیم، قبل از دخول به این پروسه ما میدانیم که چی توقع بکنیم و اساس کدام قوانین و طرز العمل ها و لوایح این موضوع پیش میره. همه ما ایره میفهمیدیم و همه ما دی به شکل مساویانه اشتراک کردیم
مردم اجازه داشتن که به هر کس رأی بده. آرای تمام مردم افغانستان بر هر کاندیدی که داده شده قابل احترام است برای ما. تمام کاندیدا برای ما قابل احترام بودن در زمان اشتراکشان و هر کاندیدی که این پروسه را به شکل مدنی میخواد خاتمه بده مورد احترام مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. به خاطر از اینکه مردم افغانستان دیگه اشتها ندارن که سرک های ویران و خانه های ویران و راکت پرانی ها را ببینن و جدال ببینن. و در ضمن باید بدانیم که افغانستان جزء جامعه بین المللی است و جامعه بین المللی در هیچ جایی نمیخواد که در قراردادهای اجتماعی که بین مردم و دولت‌هایشان میشه، بین مردم و سیستم‌ها میشه، مخصوصا سیستمی که در اون ناظرین بین المللی هم تشریف داشتن، در سیستمی که انتخابات ما صورت گرفت، ناظرین ملی و بین المللی، ناظرین احزاب، ناظرین تیم‌های مختلف همه حضور داشتن. آیا کلگی دروغ میگن؟ آیا کلگی تقلب کردن؟ آیا کلگی با تقلب استاد هستن؟ این سوال مردم افغانستان میتونه بفهمه جوابش چی است. و ما توقع میکنم از دوست ما، از تیمشان که یک کمک با صبر و حوصله و شکل مدنی به طرف از حرکت نگاه بکنن. آغوش افغانستان، آغوش دولت و آغوش تیم ما و آغوش حکومت باز است به همه. یک حکومت کثرت‌گرا، یک حکومت که هر کس در او خود ببیند تشکیل خواهد شد. ما بعد از گفتگو با شما با رئیس صداد انتخاباتی عبدالله عبدالله هم صحبت خواهیم کرد. اما چیزی که میخواستم از شما بپرسم اینه که میگید که آغوش حکومت بازه. آیا این به معنی این که این هست که دولت و رئیس جمهوری آقای غنی آماده تشکیل دولت ائتلافی هست با آقای عبدالله؟ نه، حکومت ائتلافی موضوعش منتفی است. برای اینکه مردم افغانستان 5 سال یک تجربه بسیار ناکام و تلخ را گذشتاندن. حکومت وحدت ملی موفقیت زیاد نداشت و مردم افغانستان نمیخواین که این بار این تجربه تکرار شود. پس چطور میخواین آقای عبدالله نیست که در قدرت در واقع به او سهمی داده بشه؟ آقای عبدالله، اگر هدف آقای عبدالله باشه یک موضوع است، اما اگر هدف مردم سالاری باشه موضوع دیگه است، اگر هدف کثرت‌گرایی باشه موضوع دیگه است. انتخابات ها به خاطر افراد صورت نمیگیره، انتخابات ها به خاطر مردم افغانستان. انتخابات وسیله است که مردم افغانستان در او اراده خود تمثیل بکنن، نه برای خوش ساختن این کاندید یا او کاندید، یا نه برای اینکه ما غریزه های شخصی و خودخواهی های شخصی خود اما در همین کنیم. انتخابات طرفداران آقای عبدالله و هواداران او 40% حدود 40% ایشون رأی آورده. چطور به نظرتون آقای اشرف غنی میتونه تضمین بکنه که نگاه اون 40% هم در حکومتی که او تشکیل خواهد داد شمرده میشه و در نظر گرفته میشه؟ با این شکل که آقای جانسون در حزب محافظه‌کار در انگلستان 10% برد و حزب کارگر، با این شکل که دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در امریکا رای بردن، بیاین که ما هم به مردم جهان نشان بدیم که در این منطقه جهان هم ما میتونیم که با اصول بازی احترام بکنیم و برنده را بگذاریم که حکومت بسازه و طرف دیگر یک اپوزیسیون منطقی و قوی و کارا که بتانه مردم افغانستان بالای هر دوش حساب بکنه. فکر میکنین وقتی که آقای عبدالله میگه من دولت موازی تشکیل میدم، منظورش همین هست؟ یعنی دولتی در سایه شبیه آنچه که در بریتانیا شاهدش هستیم؟ ما آقای عبدالله را در این موارد امروش صحبت نکردیم. ما نمیفهم که هدف از اونا چی است، اما اخلاق دموکراتیک و مردم سالار و مدنی ایرا به ما بارها در دولت‌ها و ممالک دیگر نشان داده که این وقایع صورت گرفته. کاش در یک انتخابات همه تیم‌ها وقتی که اشتراک میکنن رای مساوی بیارن، او امکان نداره، یکی زیادتر یکی دیگر. اما در تمام جهان رایج است که اگر یک کس انتخابات نمیبره مانا نمیده که او بازنده است. باخت در دموکراسی شرم نیست. باخت برای کسی که رای کمتر آورده وسیله از این میشه که بتانه برای مبارزات انتخابات آینده آمادگی بگیره و این موضوع رقابت مثبت است. ما موضوع برد برده ببینیم، نه موضوع باخت باخته در این قسم بازی ها. در اینجا هر کسی که رای گرفته قابل احترام است، هر فردی که به هر کس رای داده قابل احترام است. با او خاطر دکتر صاحب عبدالله باید افتخار بکنه که 39% رای گرفته و این رای کم نیست.
اما میتونه بسیار با خوبی با می تیمی که هستن یک اپوزیشن بسیار خوب بسازن و بتونن بر مردم افغانستان 5 سال بعد یک بدیل خوب ارائه بکنن. بله، ممنونم ازتون. ممنونم از شما داوود سلطانزوی، نماینده تیم اشرف غنی از کابل. و اما اینجا با ما علی احمد عثمانی، حالا به ما پیوسته، رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله. آقای عثمانی، آقای سلطانزوی گفتن که شما اصول بازی رو رعایت نمی کنید. خب اول سلام عرض میکنم خدمت شما، ضمن اینکه فرصتم به اختیار ما گذاشتیم، یک گله هم از شما دارم که قرار بود از ما ساعت 11 بجه باشه، چون ما واقعا امشب گرفتاریم و بعد از ما برنامه های بعدی تعقیب بشه. خب به هر حال هرچی بود اتفاق افتاد. خب قواعد بازی ببینین، از روز اول انتخابات چی کسی رعایت نکرد. شما در روز اول انتخابات گزارش های مفصل را از جریان رای گیری داشتیم. در همه روز ثابت شد که اینا حدود 400 هزار رای دهنده که مربوط به مناطق طرفدار ما بودن، به خصوص در کابل، مثلا مناطق شمال کابل و غرب کابل، اینا را از لیست رای دهنده حذف کردن. وقتی می رفتن افراد رای دهنده که انگشت خود روی دستگاه بایومتریک بگذارن، پیغام می داد که حذف شده است و تعداد زیاد ده ها هزار هموطن ما از رای محروم شدند. بعد ها اسناد تقلب اینها افشا شد، فیلم ها آمد، عکس ها آمد که روی دستگاه بایومتریک کار میکنن، روی پر کردن صندوق ها کار میکنن. به اینا هم هیچ کس توجهی نکرد. ولی شما شکایت کردید، کمیسیون شکایات رسیدگی کرده، حداقل بر اساس اون چه که امروز شنیدیم از کمیسیون مستقل انتخابات، و از اصول بازی پذیرفتن این هم هست که نتیجه و اون چیزی رو که کمیسیون مستقل انتخابات میگه. ببینید، دزدی رأی مردم و بی احترامی به دموکراسی تنها در افغانستان نیست، در خیلی از کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که دموکراسی در اون نهادینه نشده، به یک فرهنگ تبدیل نشده، وجود داشته. از جمله در سربستان شما اما سالها قبل مشاهده کردین که چی انقلاب به وجود آمد، و در خیلی از کشورهای دیگه، حتی در کشورهای عربی که بهار عربی به اساس، اما در مصر و سایر جاها به وجود آمد. وقتی یک کاندید خود را کاندید میکنه به یک انتخابات، او تعهدات در مقابل مردم داره و مردم تعهدات در مقابل او کاندید. تعهداتی که مردم کردند با او کاندید در زمانی که خود کاندید کردی بود که پای صندوق های رای با همه خطرات حاضر بشن و رای خود را به صندوق بریزن با همه شرایط درست و شفاف. ولی در مقابل، اولین وظیفه و مهمترین وظیفه نانوشته شده یک کاندیدیست که از رایشان محافظت کنه. محافظت از رایشان به همیست که اجازه نده تقلب صورت بگیره، اجازه نده کارهای شبیه حذف شدن صورت بگیره، اجازه نده که دروازه های نمیفهم کمیسیون بشکنن، اجازه نده که چیپ ها و حافظه های تقلبی از جیب ها بیرون شده، که اینا همه انجام شده. قواعد بازی بله باید رعایت بشه، ولی وقتی که قاعده وجود داشته باشه، وقتی که تمام قواعد مشکنه. تنها ما بسر ای بسر مطرح نمی کنیم. شما همین صحبت معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی شنیدیم که بسیار واضح و سری به رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات میگه که شما دزدی کردین و شما دزدین. ما خو نگفتیم. خب کمیسیون شکایات میگه، مگر جز قواعد بازی نیست. خودشان اعتراف کردن به ای که دروازه دیجیتال سنتر کمیسیون انتخابات شکسته شده و همون شب 137,000 رای بیرون شد، مگر این قواعد بازی نیست؟ در قواعد بازی مگر ما ننوشته بودیم کارهای خارج از زمان باطل است؟ مگر طرز عملشان نیامده که امو تصدیق رای که خارج از زمان حتی چاپ شده باشه این باطل است؟ مگر اینا جز قواعد بازی نیست؟ قواعد بازی ده ها جز داره. یک جز از اوس اعلان است. آقای عثمانی، در نهایت نتیجه اعلام شده. بله. آقای عبدالله هم میگه که نمیپذیره آنچه رو که اعلام شده، و صحبت از تشکیل دولت موازی هست. اما همزمان اگر قرار باشه که دولت موازی تشکیل بشه، فکر میکنید منافع ملی افغانستان چه میشه؟ کشوری که در حال حاضر به شدت دچار تشتت هست، و این باعث این خواهد شد که کشور دوپاره بشه عملا. ببینیم، اولا دولت همه شمول گفته شد، نه دولت موازی.
در رابطه با دزدیده شدن رأی و تلف شدن حق مردم، این بار اول نیست که صورت میگیره. در دو انتخابات 2014 ما و شما شاهد بودیم، به خصوص اما انتخابات دوم. این حرف ما نیست، حرف تمام ارگان‌های امنیتی افغانستان است. جناب دکتر سپسفنتای موضوع رو در کتاب خود گفت، جناب آقای نبیل که در روز من رئیس امنیت ملی بود به صراحت گفت، همین جناب آقای داودزی که امروز با یک گروه خائن به خیانت اینا ادامه میدن خودش اقرار کرد که تقلب بسیار گسترده صورت گرفته. خب او خیانت ها منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. در امو زمان او مسلحت ما در نظر گرفتیم، از طرف خیلی از دوستای خود ما ملامت شدیم. اجازه بدید بیاید راجع به امروز صحبت بکنیم. اصل اول عدالت و دموکراسی است. راجع به امروز صحبت بکنید. الان آقای عبدالله میخواد چیکار بکنه؟ این دولت موازی که او صحبت کرده، او گفته که من دولت موازی تشکیل میدم، این دولت چی هست؟ به چه شکل قرار موازی نگفت؟ نه آقای عبدالله دولت موازی رو به کار نبردند. آقای عبدالله بسیار سریع و واضح گفتند دولت جنرال دوستم صحبت دولت موازی رو مطرح کرد. بله، موضوعی که از سوی رئیس اما تکت انتخاباتی مطرح شد، انمی مسئله است. خب کمی ترمینولوژی ها با امو شیوه صحیح از رو به کار ببرین، چون در صحبت های امروز آقای عبدالله هم میشد دید که او میگه که کنار نخواهد رفت و همچنان خواهد ایستاد. ببینیم سر حرف همه سر این بحث ترمینولوژی بود که ما اگر ترمینولوژی را درست به کار نبریم فردا میریم به سمت متدولوژی، باز اپیدمیولوژی. اینا اگر درست جابجا نشه و درست به کار برده نشه ممکنه معانی دیگه از این مفاهیم برداشت بشه. بله، ولی بس سر ایست که انم دولتی که تشکیل میشه، دولت همشمول چگونه میتونه تحقق پیدا کنه؟ دولت میتونه تشکیل بشه که حمایت همه جانبه مردم پشت سر خود داشته باشه و شما فردا مشاهده میکنین حمایت‌های رهبران زینفوز محلی را از سراسر افغانستان، مردم را از سر تا سر افغانستان. باز در اونجا مشخص میشه دموکراسی نیست که یک کمیسیون به تمام قواعد بازی بشکنه. پس شما از مردم میخواین که به خیابان ها بیان فردا؟ چون من هنوز متوجه نشدم که آقای عبدالله دقیقاً میخواد چیکار بکنه. اگه به زبان ساده بگید که مردم متوجه بشن خوبه. ببینیم بحث شکل عملی مسئله همی حال سر از او بحث میشه، همی حال بحث بین رهبرای مختلف تیم ادامه داره، ضمن که حمایت های بسیار گسترده از سر تا سر افغانستان از اعلان از افراد زونفیز محلی شده. هرگز ما از مردم نخواستیم که به چی بیان، به خیابان ها بیان. این تصمیم بعدی رهبری است که میکانیزم عملی رو چگونه میخوای انجام بده. ما چون بحیث رئیس کمپاین تیم ثبات همگره ای تا همین جای صحبت میکنم که تصمیمات گرفته شده، گفتیم حکومت همشمول بود نه حکومت موازی. در بحث قواعد ما مطرح کردیم که اونا قواعد بازی مراعات نکردن و نپذیرفتن، صرف آخرین قاعده از طریق یک تیم متقلب. دموکراسی معنی دموکراسی چیست؟ پذیرش مردمی. او به پذیرش مردمی نیست که چهار نفر پشت دیوارهای کانگریتی و سمیتی جمع بشن، مقدار پول بگیرن، مقدار تطمیع بشن، بعد بیان یک مسئله تقلبی، یک مسئله غیر قانونی رو اعلان کنن. ما وظیفه اول ما نهادینه کردن دموکراسی است. برای دموکراسی که مرزش رو بفهمیم ما نیاز به استادگی داریم، نیاز به ای داریم که متقلبار جواب بدیم. بنابراین از آقای قنی تقاضا ما اینه که 5 سال یک آدم متشنج بوده، یک آدم بحران آفرین بوده، یک آدم بوده که تمام افرادش فاسده. ما تقاضا ما اینه که افراد از این لجاجت دست برداره. میفهمه شکست خورده، درخواست رو هم آقای اشرف غنی از در واقع ستاد آقای عبدالله و از خود آقای عبدالله کردن. خب ببینید شما ببینین هرچی متقلب در اطراف ایشان جمعه، هرچی دوزد جمعه از طریق تمام رسانه، خواهش میکنم چون اسناد فسادشون جمع شده اتهام نزنید ایشون، چون در واقع نماینده ایشون هم ترک کردن به دلیل اینکه نمیتونستیم با هم شما رو در واقع گفتگو بکنید، به همین دلیل جدا جدا ما مجبور شدیم با شما صحبت بکنیم. ولی ممنونم از وقتی که به ما دادید. ببینید بس مسئله که من مطرح کردم اتهام نیست، از طریق همکارای شما در نه بی بی سی یعنی سایر همکارای شما در تلویزیون طلوع بارا فسادشان پخش شد، در رسانه ها پخش شد. در اجازه بدید که اون رو در برنامه دیگه با حضور خودشون بررسی بکنیم. ممنونم از وقت شما علی احمد عثمانی، رئیس ستاد انتخاباتی عبدالحق.
بعد از 2 سال بازداشت و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، قوه قضاییه ایران احکام قطعی فعالان محیط زیست رو صادر کرده. از 4 تا 10 سال زندان. این فعالان را که کارشان حفاظت از حیات وحش ایران بوده، سازمان اطلاعات سپاه بازداشت کرده بود. وزارت اطلاعات گفت آنها جاسوس نیستند و دولت هم اعلام کرد که شواهدی علیهشان وجود ندارد، اما در نهایت دستگاه قضایی رأی به مجرمیتشان داد. به اتهام همکاری با دولت آمریکا، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم این پرونده شرح حالی مکتوب از دست کم 1200 ساعت بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه منتشر کرده که به دست بی بی سی رسیده. مریم افشین گزارش می‌دهد. قوه قضاییه ایران احکام نهایی دادگاه تجدید نظر پرونده فعالان محیط زیست را بعد از 2 سال بازداشت آنها اعلام کرد. مراد طاهباز متهم ردیف اول به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم هم به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شده. هومن جوکار و طاهر قدیریان هم به همین اتهام به 8 سال زندان و سام رجبی و سپید کاشان دوست هم به 6 سال زندان محکوم شدند. امیر حسین خالقی به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که وزارت اطلاعات گفته بود آنها جاسوس نیستند و دولت هم گفته بود هیچ شواهدی علیه آنها وجود ندارد. نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده در شرح حالی از وضعیت خود که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات ساختگی او را در معرض شدیدترین شکنجه های روحی و روانی قرار دادند و تهدید به شکنجه فیزیکی و جنسی کردند. بخشی از آنها به این شرح است: 1200 ساعت اعترافگیری سپاه با شکنجه، تهدید همه روزه به اعدام، تحمل 8 ماه سلول انفرادی در انزوای کامل، بازجویی های طولانی مدت 9 تا 12 ساعته در روز و شب، بازجویی های ایستاده یا در حال چرخیدن یا در حال بشین و پاشو، توهین به خود و اعضای خانواده، تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 ساله، اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی، تهدید به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا، نشان دادن بی مقدمه تصویر جسد کابوس سید امامی. خانم بیانی همچنین در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای در 22 بهمن پارسال به توضیح رفتار بازجویان سپاه پرداخته و در بخشی از آنها نوشته: جای بسی تأسف است که پس از 40 سال حکومت اسلامی، متهمه امنیتی در ماه محرم به همراه 7 مرد مسلح به ویلای خصوصی در لواسان منتقل شده و با وجود امتناع مجبور به نظاره رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی آنها در استخر خصوصی بشود. خانم بیانی در آخرین دفاعیش در شهریور ماه آورده: شاید در کشور اسلامی من باورش سخت باشد، اما ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضایی که هنوز نام او رعشه بر تن من می آورد چه رفتاری با من داشته. به دلیل رفتارهای بیشرمانه اش هر بار که بازجویی ها به درازا می کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت، وحشت از تعرض جدی وجودم را می لرزاند. نیلوفر بیانی نامه‌های جداگانه دیگری در دی ماه 97 به رئیس بند 2 الف بازداشتگاه سپاه در اوین و در بهمن 97 به رئیس وقت قوه قضاییه نوشت که تماماً شرح آنچه بر او گذشته بود را بازگو می‌کرد، هرچند این نامه‌ها رفتار بازجویان با او را بدتر کرد. در بخشی از رأی دادگاه، حقوقی که خانم بیانی به ازای 5 سال کار برای برنامه محیط زیست سازمان ملل در سوئیس دریافت کرده، به گفته دادگاه 365 هزار دلار به عنوان مالی ناشی از جرم مورد اشاره قرار گرفته و او ملزم به مسترد کردن آن به حکومت ایران شده. همکاری نیلوفر بیانی با سازمان ملل پس از گرفتن مدرک کارشناسی زیستشناسی از دانشگاه مکگیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا و پیش از بازگشت به ایران در سال 96 صورت گرفته بود. آنچه بر نیلوفر بیانی گذشته تنها یک نمونه از آن چیزی است که در 2 سال گذشته به 8 متهم پرونده محیط زیستی رفته. در این پرونده کابوس سید امامی در زمان بازداشت از دنیا رفت و مقامات امنیتی گفتند او خودکشی کرده، ادعایی که خانواده آقای سید امامی رد می کنند و خواهان رسیدگی به آن هستند. مریم افشنگ، بی بی سی. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری با ماست از تهران.
آقای آقاسی، پیشتر وکالت سام رجبیان، یکی از در واقع سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیستی رو که امروز حکم گرفته بر عهده داشت، همینطور کتایون رجبی با ما هست روی خط تلفن، خواهر سام رجبی از فعالان محیط زیست که در این پرونده 6 سال حکم زندان گرفته. آقای آقاسی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. آیا انتظار داشتید که این احکام در دادگاه تجدید نظر تایید بشه یا اینکه انتظار میرفت که اونها کاهش پیدا بکنه؟ تصور من این بود که بعد از آنهایی که در جریان محاکمات این عزیزان رخ داد و بین محاکمه، وقتی که یک زندانی محاکمه میشه، دادگاه حق نداره تنفس بده و حتی یک روز هم متوقف کنه، اما ما از اواخر بهمن ماه سال 97 تا خرداد 98 یک توقف عجیب و غریبی داشتیم که من به عنوان یک وکیل دادگستری برام شگفت‌آور بود. و بعد که محاکمه شروع شد و مسائلی پیش آمد که از این سو و اون سو مطالبی مطرح می‌شد، مشخص شد به اعتقاد من که این مجازات‌ها با یک رایزنی و هماهنگی‌هایی صورت گرفته و طبیعتاً اگر چنین بود و چنین باشه، تغییر اون در مرجع تجدید نظر نمیتونه رخ بده. و من هم به برخی از این خانواده ها که با من صحبت میکردن، نظرم رو با احتمال و بیان درصدی از واقعه عرض میکردم که اینها این رأیشون به احتمال بسیار بسیار زیاد تایید خواهد شد. منظورتون از اون رایزنی های پشت پرده احتمالاً اختلاف نظرهایی است که در طول رسیدگی به این پرونده بین ظاهراً اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای دیگر نزدیک در بدنه دولت میشد دید. منظورتون همون نبرد هست دیگه؟ اگر بخوام یک مقداری واضح‌تر عرض بکنم، تا اونجایی که میتونم واضح‌تر بگم، این هستش که این مسائل و اختلافاتی رو که شما بهش اشاره کردید، کم کم به گوش مقامات ارشد نظام رسید و یک مقداری روی این مسئله زوم کردن، دستورهایی داده شد و این دستورها یکی از آثارش این بود که وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد رسمی و معتبر برای تشخیص جاسوسی یا ضد جاسوسی و از این قبیل وارد کارشناسی شد و به نظریات اونها ظاهراً ترتیب اثر داده شد و همین امر باعث شد که موضوع افساد فی‌الارض که همون زمانی که آقای دولت‌آبادی اصرار کرد و اعمال شد برطرف بشه. بله. اجازه بدید خانم رجبی رو هم وارد بحث بکنیم. خانم رجبی، شنیدیم در گزارش مریم آنچه رو که نیلوفر بیانی گفته بود، از آنچه بر او گذشته بود، آیا شما هم با سام صحبت کردید و میتونید تایید بکنید که چنین چیزی شکل گرفته؟ من راستش انقدر متاثر شدم، چون الان من داشتم گوش کردم، من از سام نشنیدم که این چیزا. خب سام با نیلوفر که یک جا نبوده، یک چند بار که یا 4 یا 5 ماه که با سام صحبت کردم بعد از اینکه منتقل شده از بند الف، چندین بار سوال کردم سامی اذیت شدی؟ اذیتت کردم؟ گفت نه، هیچ اذیت نشدم، نگران نباش. ولی خب این من فکر میکنم که خب لابد یا میخواد منو نگران نکنه. من نمیدونم چی بوده. این چیزایی که من از دبیر نیلوفر شنیدم خیلی خیلی متاثرم کرده، چون اگر در مورد بقیه هم اینطور باشه که یک فاجعه است از نظر من. خانم رجبی، آیا شما در دادگاه تجدید نظر حاضر شدید و لایحه دفاعی تنظیم شد، اونجا در دادگاه حاضر بودید یا نه؟ ببینید، من اصلا ایران نیستم، به همین خاطر من در اون دادگاه خانواده نبودم. شما چی؟ اعضای دیگر از خانم؟ یا وکیل شما؟ اطلاع دارم که ما وکیلی که مثلا من وکیلی ما داریم یا نداریم. آقای آقاسی قبلا وکیل برادر من بودن، بعد آقای دریابیگی بودن که یه وکیل تصویری بودن که برای سام انتخاب شد،
تا جایی که میدونم کسی حضور نداشته و غیابی بوده، تا جایی که من میدونم. آقای قاسم بهتر میدونه. و آیا خودتون آخرین باری که با او صحبت کردید شرایطش چگونه بود، چه به شما میگفت و آیا امیدی داشتن که تغییر بکنه حکم یا نه؟ خب ببینید، من مطمئنم که در درون زندان به چیز دیگه گفتن، چون خودش امید داشت، میگفتش که نه نگران نباش، ولی دیگه من بهشم گفتم که من تا الان انقدر به ما دروغ گفتن، بخاطر اینکه توی شهریور که دادگاه سام بود فقط 10 دقیقه از خودش دفاع کرد، وکیلش به خونه زنگ زد گفتش که سام آزاد خواهد شد، ما خیلی خوشحال بودیم، گفتش که این آقا به ما اطلاع دادن که تا 1-2 هفته دیگه کارهای اداری داره بعد آزاد خواهد شد، بعد ایشون دوباره 2 ساعت بعد زنگ زدن گفتن اینو جایی نگید، ما این کارو نکردیم، ولی بعد دیگه هیچ خبری نشد. توی آبان ماه بود فکر میکنم که سام را از بند الف آوردن بیرون، داد ستن گوشی تلفنش را داد به سام، گفت به هر کی دوست داری زنگ بزن تا آزاد خواهی شد، که برادر من روز بعدش با من تماس گرفت، گفتش که نگران نباش، همه چیز خوب میشه. من گفتم تو آزاد میشی، من شنیدم تو آزاد میشی، گفت حالا به این زودی نه، ولی یکی 2 هفته طول میکشه، که فرداش دادگاهش بود، بعد 6 سال محکوم شد. بنابراین شما اصلا انتظار نداشتید و غیر از این به شما گفته بودن؟ نه، به خاطر اینکه ببینید برادر من اول گفتن که اول جاسوس که خب همه شون گفتن، ولی آقای آقاسی وقتی وکالت سامی رو گرفت تونست برای سام من پیگرد قانونی برای سام صادر شد، از من پیگرد قانونی در اتهام جاسوسی، بعد گفتن که نمیدونم همون چیزایی که به همه گفتن، امنیت ملی و همکاری با دولت متخاصم. فقط حرف من اینه که برادر من 8 سال پیش در آمریکا بوده، 10 دقیقه در این کنفرانس شرکت کرده، یک صحبتی کرده. چرا اگر حالا اگر همکاری با دولت آمریکا بوده، چرا بعد از این همه سال میان دستگیرش میکنن و برادر من 3 سال بود که برای مؤسسه پارسنس کار نمیکرد؟ ممنونم از شما. آقای آقاسی، فکر میکنید چه پیش آمده که در یه مقطعی حداقل هم وکیل و هم خود سام به این نتیجه رسیده بودند که ممکنه اونها را آزاد بکنن؟ معمولا در پرونده های سیاسی یا به عبارت و به لفظ آیان امنیتی، همیشه واقعیت ها را با متهمی در میان نمیگذارن، گاهی مصلحت میدونن که به اونها وعده هایی داده بشه تا اونها مطابق نظر اون اشخاصی که باشون صحبت میکنن رفتار بکنن، و بعد که اون نظر و نتیجه تحصیل شد، همون روالی که باشون در نظر داشتن ادامه میدن. من پرونده های زیادی رو داشتم که گاهی به متهمین وعده آزادی میدن یا حتی سکوت کنید، ما به زودی کار شما تمام میشه، با کسی صحبت نکنید، به خانواده ها چنین قول هایی رو میدن، ولی هرگز و هیچ کدام از این وعده ها عملی نمیشه. ممنونم ازتون آقای آسی. محمد حسین آسی، وکیل دادگستری از تهران، و همینطور کاترین رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست. ما در گزارش مریم افشان که پیشتر شنیدید از اطلاعاتی صحبت کردیم که بی بی سی به اونها دست پیدا کرده. این اطلاعات در مطلبی در سایت ما آمده به قلم همکارم حسین باستانی، دعوت میکنم اون مطلب رو هم حتما بخونید. مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل درباره وقوع یک فاجعه انسانی در استان ادلب سوریه هشدار دادند. به گفته آنها در 6 هفته گذشته نزدیک به 300 غیر نظامی در حمله‌های شمال غرب سوریه کشته شدند. سازمان ملل همچنین گفته 3 میلیون نفر در ادلب به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. برای برخی بازی جنگ سوریه این شکلی است. و برای برخی نیز این شکلی. قذیفی. بازی این پدر سوری یک قانون ساده دارد. با صدای هر بمب میخندیم. سلوا میخندد و احتمالاً نمیداند که از چه بلایی جان سالم به در برده.
این خطری است که سلوا و دیگر کودکان سوری را در مناطق جنگی این کشور تهدید می‌کند. خطری که سازمان ملل را بسیار نگران کرده. بیش از نیم میلیون کودک، 525 هزار نفر و بیشتر از اول دسامبر در شمال غرب سوریه آواره شدند. تنها در ماه ژانویه 28 کودک کشته و 49 کودک مجروح شدند. بمباران شهروندان غیر نظامی که بیشترشان زنان و کودکان هستند و در این هوای سرد بعضی هایشان زیر یک لایه پلاستیک زندگی می کنند، بیرحمی غیر قابل باوری است. تمامی اعضای یک خانواده که از یک طرف سوریه به یک گوشه دیگر گریخته‌اند، هر روز بمباران می شوند. مقام های سازمان ملل این کنفرانس خبری را در روز سه‌شنبه برگزار کردند تا بگویند اوضاع در شمال غرب سوریه بسیار خراب است و بحران انسانی بزرگی در این کشور جنگ زده شکل گرفته است. این روزها دیدن تصاویری از این دست در تلویزیون های مختلف جهان به امری روزمره تبدیل شده. کودکانی که در کمپ های آوارگان سوری سوژه دوربین خبرنگاران هستند. سرنوشت این کودکان مایه اصلی نگرانی سازمان‌های حقوق بشری است. اما چه شد که سوریه بعد از 9 سال جنگ داخلی بار دیگر با خبر فجایع انسانی و آوارگان به صدر خبرهای رسانه‌ها برگشته؟ داستان از این قرار است که بشار اسد در حال حاضر تنها قسمت‌های قرمز رنگ این نقشه را کنترل می‌کند. قسمت زرد در دست کردهاست، بخش‌های فیروزه‌ای توسط ترکیه اشغال شده و مخالفان در قسمت‌های سبز رنگ به سر می‌برند. در جنوب هم اسرائیل دهه‌هاست که بلندی‌های جولان را اشغال کرده. اما بحران بشردوستانه در اینجا شکل گرفته، شمال غرب یا همان ادلب. قسمت‌های سبز پررنگ در دست مخالفان بشار اسد و باقی تحت کنترل اسلام‌گرایان رادیکال است. گروه‌هایی مانند حیات تحریر شام یا همان جبهه النصره که در واقع القاعده محسوب می‌شوند. حالا چند هفته است که ارتش بشار اسد در حال پیشروی است و قدم به قدم از مساحت مناطق تحت کنترل مخالفان کاسته می‌شود. این پیشروی با بمباران نیروی هوایی روسیه و پشتیبانی نظامی سپاه پاسداران ایران درآمیخته. آن هم به جایی که به مرکز تجمع مخالفان تبدیل شده. ادلب سال 2011 میلادی و در آغاز جنگ داخلی سوریه تنها 1.5 میلیون نفر جمعیت داشت. اما جمعیت این منطقه حالا بالای 3 میلیون نفر است. چرا؟ چون ساکنین کنونی این منطقه از مخالفان بشار اسد هستند که در جنگ داخلی شکست خوردند و از شهرهای مختلف از جمله حلب، حما، حمص و دمشق به ادلب گریختند. وقتی مخالفان عقب نشینی می کنند، ارتش سوریه این چنین وارد می شود و برخی نیز فرصت پیدا می کنند تا بعد از سالها به سر خانه و کاشانهشان بازگردند، البته اگر چیزی باقی مانده باشد. ما 8 سال پیش از خونمون فرار کردیم. کامل مبله بود و 3 تا اتاق خواب داشت. فکر نکنم دیگه اثری ازش مونده باشه. خیلی خوش شانس باشیم در خونمون رو پیدا کنیم. امید ما به خداست. ادلب شاید پرده آخر نزدیک به یک دهه نبرد بی سابقه سوریه باشد، اما تحولات یکی دو هفته اخیر نشان می‌دهد که از پایان فوری این نمایش ویران کننده خبری نخواهد بود و این آخرین پرده بدون قربانیان بیشمار تمام نخواهد شد. کیوان حسینی، بی بی سی. نشست گروه اقدام مالی FATF از یک شنبه آغاز شده و جمعه به پایان میرسه. ایران تا زمان برگزاری این نشست مهلت داشت تا همه لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم رو تصویب کنه، اما سیاستگزاران جمهوری اسلامی تا امروز نتوانستند برای تصویب بخشی از این لوایح به اتفاق نظر برسند. بسیاری از فعالان اقتصادی حالا نگرانند که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیره و شرایط تجارت سخت‌تر از گذشته بشه. علی دادپی با ما هست، استاد اقتصاد دانشگاه دالاس از تگزاس آمریکا. آقای دادپی، امروز صحبت‌های آقای همتی رئیس بانک مرکزی رو می‌شنیدیم که می‌گفت
دلیل افزایش قیمت دلار و یورو در چند روز گذشته در بازار ایران به هیچ عنوان ربطی به آنچه در مورد FATF داره اتفاق میفته نداره. چقدر فکر میکنید حرف ایشون درست؟ سلام و شب بخیر خدمت بینندگان محترم. حقیقت شو بخواین بازار ارز خب بازار پرنوسانی بوده. ما در بازارهای سرمایه ایران شاهد تحولات بازار بورس هم هستیم. طبیعیه که هر بازاری نسبت به تغییرات عدم قطعیت و ریسک در آینده خودش رو تطبیق بده. چیزی که ما الان شاهدش هستیم اینه که به فصل تعطیلات نوروزی نزدیک میشیم که سفرهای خارجی درش اوج میگیره. همیشه مقداری افزایش نرخ ارز در این موقع سال داشتیم. این بحث FATF هم هست. حالا من داده ها و آماری که آقای دکتر همتی دارن رو در دسترسی ندارم که بدونم بر اساس چه مستنداتی چه این حرفی زدند، ولی با ایشون هم عقیده نیستم. فکر میکنم که در هر صورت فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار ارز به آینده نگاه میکنن و برداشتشون از عدم عضویت ایران در FATF و عدم تصفیه به این لوایح رو در تخمینشون از ریسک به حساب میارن. ولی از نظر شما به عنوان یک استاد اقتصاد اگه بخواید مستقل به قضیه نگاه کنید، فکر میکنید چقدر واقعا قرار گرفتن ایران در این لیست سیاه بتونه تأثیر داشته باشه بر اقتصادش؟ من دو نکته اینجا خدمتتون میخوام عرض کنم. نکته اول کوتاه‌تره و اون که من فکر میکنم مجموعه سیاستگزاران و مدیران اقتصادی دولت ایران این باور رو ندارند که در لیست سیاه قرار میگیرند. اونها فکر میکنن که لیست سیاه یک گام خیلی گامیه برای گذشتن از خط قرمز و از طرفی هم چون یک سری همکاری‌هایی وجود داره در حال حاضر درباره تبادل اطلاعات و غیره، ایران فکر میکنه اونقدر همکاری داره میکنه که تو لیست سیاه قرار نگیره. اینکه چقدر این حدس درسته یا غلط مربوط به تصمیم گیران هستش و کسانی که دسترسی به اون اطلاعات و تاریخچه روابط ایران با مجموعه تصمیم گیرنده FATF دارن. نکته دومی که من فکر میکنم اینه که ببینید ما به خاطر تحریم ها به سمت یک اقتصاد و تجارت تقریبا کاملا دولتی شده پیش رفتیم. دولت هم توزیع کننده است و هم تامین کننده اعتبارات و ارز. و در صحبت‌های آقای دکتر همتی هم این نکته بود که خب 35 میلیارد دلار امسال تامین ارز کردن برای واردات در شرایط تحریم، در شرایط تحریم حداکثری، و فکر می‌کنن که به این کار میتونن ادامه بدن علارغم اینکه ایران عضو FATF نبوده. برای همین اثر اصلی FATF و عضو شدن یا عضو نشدن متوجه بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی خواهد بود. دولت و تصمیم گیرندگان دولتی احساس میکنن که برای اونها دیگه فرقی نمیکنه. تحریم ها اعمال شده به تجارت نفت، به تجارت خیلی از مواد غیر نفتی، به مبادلات بانکی، و علیرغم این تحریم ها اونها دارن تجارت رو ادامه میدن ولو یک مبادله کاملا دولتی کنترل شده توسط دولت و دولت در همه قشرهاش حضور دارد، از تصمیم گیرنده، تامین کننده، تسهیل کننده تا توزیع کننده. و خب در این حد احتمال داره که فکر کنن که بخش خصوصی که بسیار بخش کوچیکی هم در اقتصاد ایران شده الان و سهم زیادی هم نداره، زیاد دیگه مهم نیست که این FATF چه تأثیری رو بخش خصوصی خواهد گذاشت یا نخواهد گذاشت. فکر می‌کنید به همین دلیل هم هست که آقای روحانی مثلا در دو سه روز گذشته برخلاف آنچه در ماه‌های گذشته می‌دیدیم که خیلی تأکید داشت بر مسئله FATF، میگفت ما در واقع بند ما قطع میشه، اصولا راه ارتباطی ما این لوله قطع خواهد شد با اقتصاد جهان، ولی در طول چند روز گذشته نمی‌بینیم، به نظر میرسه که او هم کنار آمده. من حقیقتش رو بخواید در اقتصاد به اشخاص خیلی کمتر کار دارم. فکر میکنم وقتی شما اقتصاد کشور رو مطالعه میکنید، روابط، مبادلات و چارچوب ها، آمار و واقعیت ها هستش که خیلی مهم هست. حالا آقای روحانی به این نتیجه رسیدن یا نرسیدند، نکته ای که خودشون بایستی بهش پاسخ بدن. برداشت من این هستش که در شرایط فعلی نهادهای تصمیم گیرنده ایران آمادگی عضو شدن در FATF رو ندارند و به نظر هم میرسه که احساس نمی کنن نیازی به عضو شدن در FATF داشته باشن. دولتی که خودشو توزیع کننده میدونه، خودشو تسهیلگر فعالیت های اقتصادی نمیدونه و عضویت در FATF و هر گونه گسترش و بست مبادلات بانکی برنده اصلیش بخش خصوصیه نه بخش دولتی، و برای همین در شرایط فعلی دولت احساس میکنه که در شرایطی قرار داره کم در تعادله، هم میتونه به این وضعیت ادامه بده و هم احتمالاً به لیست سیاه فرستاده نخواهد شد. با
ممنونم از وقتتون آقای دادپی علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه دالاس. در ایران مجلس دهم یعنی مجلس فعلی از نظر تعداد نمایندگان زن در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب 57 استثنا بود. این نمایندگان از ابتدای کار خودشون فراکسیون زنان رو تشکیل دادن و هدفشون رو تحقق مطالبات زنان اعلام کردند. در چهارمین گزارش از مجموعه گزارش‌های مربوط به انتخابات ایران، فرین عاصمی سعی کرده به این سوال جواب بده که مطالبات این نمایندگان چقدر با خواسته های زنان ایران همسو بود و چقدر در این راه موفق شدند. 17 نماینده زن در مجلس دهم، رکوردی برای حضور زنان در مجلس ایران بعد از انقلاب 57. گرچه به خاطر وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان و استناد این شورا به مواردی مثل لزوم التزام عملی به ولایت فقیه، در هیچ کدام از 10 دوره گذشته زنانی که همه اقشار زنان ایران را نمایندگی کنند حضور نداشتند. در مجلس دهم که از خرداد 1395 آغاز به کار کرد، 12 نماینده زن اصلاح طلب حضور داشتند. یک نماینده اصولگرا بود، 2 نفر آنها مستقل و 2 نفر اعتدالگرا. تنها یکی از آنها پیش از این سابقه نمایندگی داشته، سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران. پیش از این بیشترین تعداد نمایندگان زن در مجلس پنجم و 14 نفر بود. خب باید این پیش زمینه رو در نظر داشته باشیم که ایران کشور آزادی نیست. بنابراین مشکله که فقط به مشارکت زنان خارج از این مسئله نگاه کنیم. سیستم انتخابات به هیچ زن یا مردی اجازه نمیده که بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی به طور آزادانه رقابت کنه. متوسط مشارکت زنان در کشورهایی که پارلمان دارن 23.6%، اما آمار در ایران نزدیک 6% که به شدت از استانداردهای جهانی عقبه. با وجود این اونچه مهمه اینه که زنان ایرانی تونستن مشارکت بیشتری داشته باشن و صداشون رو بیشتر به گوش همه برسونن. وجود زنان بیشتری در پارلمان نسبت به 10 سال یا 20 سال گذشته اتفاقی مثبته. Having more women present within parliament from 10 years ago from 20 years ago is in fact a positive. مهمتر از همه فراکسیون زنان مجلس دهم برای افزایش تعداد نمایندگان زن تلاش زیادی کرد، اما این طرح تنها 63 رأی موافق آورد. زنان در مجلس دهم اما توانستند تا اندازه چهره سراسر مردانه مجلس ایران را تغییر دهند. در مجلس نهم زنان نماینده حتی در مواردی باعث محدود شدن حقوق زنان شدند یا اقدامی برای تأمین حقوق آنها نکردند. قانون حمایت از خانواده که در مجلس نهم تصویب شد به مردها اجازه میداد بدون رضایت همسرانشان ازدواج مجدد کنند. طرح دورکاری زنان یا جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه‌ها هم در مجلس نهم مطرح شد. ان شاءالله این انتصاب‌ها رو بدیم و این سقف شیشه‌ای در بخش مالی شکسته بشه. گرچه خیلی از طرح‌های نمایندگان زن در مجلس دهم به سقف شیشه‌ای نرسید، چه برسد به اینکه آن را بشکند. از جمله طرح بحث برانگیز ممنوعیت کودک همسری. اگر یک بچه‌ای نمیتونه یک قرارداد اقتصادی رو یا حتی یک حساب بانکی رو زیر 18 سال باز کنه، چطور ممکنه یه همچین قرارداد مهمی رو در زندگیش امضا کنه؟ این طرح در میان روحانیون و مردان مجلس به ویژه کمیسیون قضایی مخالفان جدی داشت. قوانین فعلی ما نه تنها نقصی ندارن تو این موضوع، بلکه به شکل خیلی خوبی تنظیم شدن، چون اجازه دادن در بعضی از موارد خاص که ممکنه رشد بدنی هم اجازه داده باشه این ازدواج صورت بگیره. تصویب جزئیات طرح دادن حق شهروندی به کودکان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند از دیگر تلاش‌های فراکسیون زنان بود که در صورت تایید شورای نگهبان مشکلات خانواده‌های بسیاری را حل می‌کرد، اما شورای نگهبان این لایحه را رد کرد. مسئله ورود زنان به استادیوم ها از مواردی بود که گرچه فشارهای خارجی و به طور مشخص فیفا دلیل اصلی آن بود، اما نمایندگان زن هم پیگیری های زیادی درباره آن انجام دادند. بعد از اینکه سحر خدایاری یا دختر آبی خود را در اعتراض به پیگرد قاضی به آتش کشید، این نماینده ها از نماینده قوه قضاییه توضیح خواستند و با وزیر ورزش و جوانان صحبت کردند. مانع ورود به استادیوم‌ها یک بار و در مهر 98 شکسته شد و زنان توانستند بازی تیم‌های ایران و کامبوج را از بازی‌های مقدماتی مرحله انتخابی جام جهانی 2022 میلادی ببینند. حالا بعد از همه مشکلات رو ما الان همینجا با هم دیگه حل کنیم. مخالفان که شامل بعضی نمایندگان زن سابق از جمله لاله افتخاری یا زهره الهیان هستند، معتقدند اینها نیاز زنان جامعه نیست و به جای اینکه برای جامعه منفعت داشته باشد، موجب بروز مشکلات شده.
فراکسیون زنان در مورد مسائلی مانند حجاب اجباری نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند، گرچه این نماینده گفته خود معتقد به حجاب اختیاری است. والا اگر از دست من برنمی‌اومد، اگر میومد و اگر حتی ممکن اعدامم نمی‌کردن، اگر قانونه رو میومدم برای اینی که این قانون اصلاح بشه، چون معتقدم حجاب درونیه، معتقدم الان تو این مملکت حجاب یه مقوله سیاسیه. ما توی بحث قوانین شاید خیلی مشکل نداشته باشیم، نه اینکه بگم مشکل نیست، هنوز همچنان مباحثی هست که ما باید ورود پیدا کنیم. اما زنان نماینده در 4 سال گذشته در مورد مسائل مختلف چطور عمل کردند؟ کسانی که اساساً به مجلس راه پیدا میکنن کسانی هستن که از ده ها فیلتر سیاسی، عقیدتی و ارزشی گذشتن. حالا در بین اینها شما به همین مجلس دهم اگر نگاه بکنید، از بین 17 نماینده زنی که وارد مجلس شدن، 14 نفرشون وابسته به طیف های اعتدال و اصلاح طلب ها هستن. اما ما میبینیم در همین ها هم نه اجماعی وجود داره در اینکه بخوان مسائل زنان رو در اولویت مسائل کشور به پیش ببرن و بتونن مردان و فراکسیون های دیگه و نمایندگان دیگر رو با خودشون هماهنگ و همراه بکنن و نه از طرف اون تیپ های این مسئله هرگز اولویت داشته. ما به خواستایی که مطلوبمون بوده و دنبال میکردیم نه هنوز نرسیدیم، خیلی تا اون فاصله داریم. اعضای فراکسیون زنان مجلس معتقدند وضعیت زنان در ایران چندان هم بد نیست، اما هنوز تا شکسته شدن سقف شیشه‌ای در ایران راه درازی در پیش است. فرین عاصمی، بی بی سی. امروز 20مین سالروز درگذشت نادر نادرپور، شاعر نامدار ایرانی، در تبعید است. نادرپور از اعضای مؤثر در ایجاد کانون نویسندگان ایران بود که مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو برای همیشه ترک کرد. 30 سال پیش زمانی که سیمین بهبهانی برای برنامه‌های شعرخوانی به کالیفرنیا دعوت شده بود، یک مناظره تلویزیونی میان او و نادرپور شکل گرفت. بحثی درباره این که با توجه به محدودیت‌ها در ایران برای ادامه فعالیت باید مهاجرت کرد یا در هر شرایطی باید در ایران ماند. این مناظره ادبی سیاسی توسط علی لیمونادی در تلویزیون ایرانیان در لس آنجلس ثبت شد. بخش کوتاهی از اون رو به طور اختصاصی در اختیار بی بی سی قرار گرفته. برنامه امشب رو با این ویدیو به پایان میبریم. شب و روزتون خوش. من وقتی آمدم بیرون از ایران، به خلاف بسیاری از کسانی که وطنشون رو در چمدونشون میذارن و میارن، من وطنم در قلبم بود و هنوزم هست. من از ایرانی که آمدم بیرون، اون ایران رو حفظ کردم. اون ایران اتفاقا نیروبخش واقعیاتی است که ایران دوردست از من رو فرا گرفته. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ من یک معیار دارم که هر چه رو که در واقعیت اتفاق میفته با اون معیار درونی میسنجم. معیار درونی ایران در قلب منه، معیار برونیش اونجاست. من هر چیزی که اونجا اتفاق میفته با اون معیاری که در درونم هست میسنجم. به این دلیل است که نه قانع میشم، نه به اون صورت امیدوارم، ولی فقط مبارزه میکنم.